کیاس. کیاس یه ویژگی هیجان انگیز جدید توی پی ای 1000 تونه. اون تکنولوژی منحصر به فرد کورگه که اطلاعات زنده میدی تولید میکنه و از طریق صفحه کنترلی چندین پارامتر رو همزمان کنترل میکنه. توی پی ای 1000 ما از صفحه نمایش لمسی به جای صفحه کنترلی استفاده میکنیم تا جریان میکس موسیقی در حال پخش رو تغییر بدیم. امکانات بسیار گسترده هستن. میتونین چیدمان ریتم رو جوری تغییر بدین تا خلوت‌تر بشه و نوازنده سولو بهتر شنیده بشه. یا اینکه به شکل افکت‌های دی‌جی برای تغییرات سریع توی آهنگ ازشون استفاده کنین. کیاس توی مود استایل پلی و سانگ پلی فعاله. بذارین اول توی مود استایل پلی بررسیش کنیم. از گروه دنس، صفحه 1، سینت بیت. و با زدن تب کیاس به صفحه کیاس برید. پریست های مختلفی برای کیاس ارائه شدن. از طریق منوی سمت چپ بالای صفحه شما میتونید پریست ها رو انتخاب کنید. 8 از پریست های دلخواهتون میتونن توی اینجا ذخیره بشن. یه چند لحظه دیگه سیف کردنشون رو نشونتون میدم. فعلا از همین پریست استفاده کنیم که ببینیم کیاس چجوری کار میکنه. این اولی آرپجیو 4 بیت، هر نوتی رو روی کیبورد بزنین آرپج میده. حتی وقتی ریتم پخش نشه. مثل این. روی این پریست کیاس، لمس صفحه از چپ به راست یا به اصطلاح محور ایکس ها شکل‌های آرپژ رو تغییر میده. این اطلاعات تو این قسمت نمایش داده میشن. هر کدوم از این خونه ها مقادیر مختلفی رو برمیگردونه. بهش استپ هم میگیم. رفتن از پایین به بالا، اصطلاحاً محور وای، اکسپرشن آرپژ رو کنترل میکنه. همونجور که میبینین از پایین تا بالا مرزبندی وجود نداره. واسه همینه که تغییرات اکسپرشن نرم انجام میشه. بسته به پریستی که انتخاب میکنین مرزبندی صفحه تغییر میکنه. استفاده از کیاس روی ریتم باعث به وجود اومدن تجربه های جدیدی روی شنوندگان و آهنگ در حال نواخته شدن میشه. حالا بذاریم توی مود سانگ پلی بررسیش کنیم. یه فایل استاندارد میدی انتخاب کنین و به صفحه کیاس برین. اینجا هم 8 خونه قابل انتخاب هست. شما میتونید تو حالت‌های استایل پلی و سانگ پلی فیوریت‌های مجزا داشته باشین. این بار می‌خوایم از یکی از پریست‌های توی منوی اینجا استفاده کنیم. ریپیتر 1 اند فیلتر رو انتخاب کنیم. بیاین این پریست رو با زدن اساین و زدن محلی که می‌خوایم اونجا باشه به یکی از فیوریت‌ها اختصاص بدیم. مثلا محل شماره 1. تریپل تایزر اند انولوپ رو انتخاب کنید. بعضی وقتا مقادیر پیشفرض با خونه های رنگ خاکستری روشن‌تر مشخص میشن. مثل افکت تریپل تایزر از سمت چپ به راست. حتما متوجه میشین که با برداشتن انگشت مقدارش به حالت اولش برمیگرده. هرچند که اگر شیفت رو بگیرین و انگشت رو روی صفحه بذارین، مقدارش توی همونجا فریز میشه. میتونین اف رو هم روی صفحه ببینین. تا یه جای دیگه روی صفحه رو بزنین همونجا میمونه. همچنین قابلیتی تا حالا روی هیچ کیبورد ارنجری وجود نداشته. شما و شنوندگانتون از این قابلیت جدید کورگ لذت خواهید برد.